شنوندگانی عزیز رادیو راه کارگر، با عرضی بهترین ها برای شما، در آخرین بخش گفتگویی که پیرامون گندمه، یک بار دیگه با آقای بهداد بهپور محمدی هستم، کارشناس مسائل کشاورزی در ایران که مدت هاست بر سر مسائل کشاورزی و محصولات کشاورزی و زندگی کارگران کشاورزی با هم گفتگو داریم و این بار بحث ما پیرامون گندمه که در دو گفتار پیشین مسئله تولید کشت گندم در ایران، شرایطی رو که گندم به عمل بیاد، گندم به مثابه یک کالا یا غله استراتژیک، میزان سطح محصول زیر کشت و مشکلات مربوط به اون رو و همینطور وارداتی که از سطح کشورهای مختلف در رابطه با این محصول به ایران میرسه. در این آخرین بخش از گفتارمون پیرامون گندم میخوام که از مهرداد بهپور محمدی عزیز بپرسم که چه بحثایی رو میخواهید برای این بخش از گفتار خودتون با شنوندگان ما ادا کنید. با سلام به شما امیر جواهری گرامی و شنوندگان محترم رادیو راه کارگر، در این آخرین بخش از بحث گندم به طور ویژه واردات گندم، همونطور که شما اشاره کردید، بحث رو روی اینکه واردات گندم چه منافعی داره برای حکومت و دخالت‌های دولت در تأمین نان و مواد اولیه اون و اثرات واردات گندم بیشتر در این خصوص صحبت خواهیم کرد. بفرمایید همینا رو به قول معروف عناصرش رو باز کنید. من هم پرسش‌های چندی دارم که اونها رو در خلال ادامه گفتگوی تو طرح. همونطور که در گفتگوهای پیشین هم صحبت شد، همواره در طول دوره حکومت جمهوری اسلامی مقادیر زیادی گندم وارد کشور شده، به طوری که در سالهای مختلفی در سطح بین‌المللی کشور ایران بزرگترین واردکننده گندم بوده. واقعیت این هست که به هر صورت از قبل این خرید و واردات گندم که توسط خود حکومت، خود تشکیلات دولتی صورت میگیره، منافع زیادی نصیبشون میشه و وقتی که به گزارش ها و آنچه که در بخش کشاورزی منتشر میشد آدم مراجعه میکنه، اگر که این در دسترس باشه عزیزان میتونن کار انجام بدن، بسیاری از محمول های گندم خریده شده از کشورهای مختلف، حالا هم جواب مثلا ترکیه یا پاکستان و هند و عربستان، کیفیتشون بسیار پایین بوده، درصد ناخالصی هایی که توی این گندم های خریداری بوده بالا بوده، بالای 10% ناخالصی داشته معمولا، و حتی متاسفانه گندم هایی که از کشورهایی که صادرکننده عمده غلات هستن مثل آرژانتین و استرالیا و فرانسه هم خریداری شده، میبایستی که ناخالصی ها رو پایین حداقل 5% اینها در نظر میگرفتن و بر اون اساس صادر میکردن، این باز انجام نشده و گندم های خریداری شده وارد شده به کشور کیفیت خیلی نامناسبی داشته. از جمله در سال 1368 این گزارش ها بوده که از کشور فرانسه به عنوان مثال گندم هایی که خرید شده فوق العاده با کیفیت پایین و فوق العاده جنس نامرغوبی بوده و این یعنی که اون ماده اولیه که برای تهیه نان و به طور کلی صنایع آرد و صنایع مربوط استفاده میشه ناخالص و دارای مشکله. در سطح جامعه هم به کرات فراوانی مشاهده میشد که مردم از کیفیت بسیار پایین این نانها که در بسیاری از اوقات حتی به لحاظ رنگ هم رنگهای بسیار تیره و نامربوط و نامناسبی داشتند گله‌مند بودند و شکایت داشتند. این مسئله بسیار مهم است که شرکت‌های دولتی به عنوان مثال شرکت بازرگانی دولتی که خریدار گندم بوده و اینها رو وارد می‌کرده، اینها منافع زیادی دارند، پورسانت های زیادی در این خریدها نصیبشون میشه و به این جهت تمایلی به قطع این واردات ندارن و حتی کاهش اینها هم منافع خود اونها رو که دست اندر کار خرید هستن کاهش میده. اگر خاطرتون باشه آقای بهداد، با در گفتگوهای پیشینی بود بر سر محصول چای و برنج، همواره با یه سطح از دشواری رو برو بودی و اون این بود که تولید محصول داخلی به دلیل واردات مورد خریدش از طرف دولت مورد بیمه میگرفت. اونجا به هر حال به دلیل اینکه جدا از خود دولت سطوح دیگری از واردات عمل میکرد، در بخش مربوط به دولت که برای شما پرسیدم گفتید که همه عملکرد محصول دوش دولت، یعنی گندم رو دوش دولت، همه عملکرد محصول گندم رو دوش دولت. حالا یه پرسشی پیش میاد که آیا شده دولت در طول این سالها برای جلب اعتماد کشاورزانی که یگانه تولیدشون گندم در مناطق مختلف
جغرافی های ایران مسئله خرید در واقع گد و بول ها رو با تایید دوی خرید در واقع تزمینی گیری، چیزی که احتماد رو در کشاورز گندم کار به وجود بیاره که این محصولی که اول آورده رو دستش نمیبوله و دولتی که با این قیمتی که اعلام کرده متضمن بشه که آقا شما بیارید محصول فلان جا تحویل بدید و پولتون رو بهتون بدید. آیا در این رابطه آواری و سندی هست که آدم رابطه بین دولت و تولید کننده گندم رو بتونه دنبال بکنه به تناسب حجمی که سبد در واقع هزینه های جاری برای کشاورزان روستایی هم به عنوان یک سطح از تورم و گرانی تو جامعه عمل میکنه؟ تو این رابطه یا مطلبی هست که بتونه این موضوع رو، این مشکل رو یا این نیاز کشاورزان گندم کار رو پاسخ بده؟ بله، همونطور که اشاره کردید دولت به طور کلی یک گستره وسیع رو در زمینه تأمین نان و موارد مربوط به اون در اختیار داره. با اشاره که شما کردید، اگر ایراد نشه من یه توضیح کوتاهی راجع به این موضوع بدم فقط، که سازمان‌های متعددی برای این مسئله توسط حکومت جمهوری اسلامی به وجود آمده یا وجود داشته و دست اندر کار هستن در این پروسه، مثل وزارت بازرگانی که البته تا قبل از ادغام چه عنوانی داشت، سازمان غله، شورای آردنان، وزارت کشاورزی که تولید بوده این وزارت خونه است، سازمان تعاون روستایی که خرید به اون خرید تضمینی محصول گندم به عهده این سازمان هست. اینها از جمله تشکیلاتی هستند که در طول این سالها به قول معروف دست اندر کار بودن امور خرید گندم، چه خرید گندم داخلی و چه خرید گندم از خارج کشور، امور تبدیل گندم به آرد مثل کارخانجات امور توزیع آرد و نظارت بر کار نانوایی، یا همه اینها در دست حکومت بوده و حکومت هم هر طور که خواسته و منافع خودش رو تامین میدیده همونطور عمل کرده، نه به نفع مردم نه در جهت تامین منافع ملت. و همونطور که اشاره کردم از جمله اینها اینی که کیفیت نان تحویلی به مردم همواره زیر سوال بوده و اغلب این دارای کیفیت مناسبی نبوده و مردم نان رو با شرط مناسبی تحویل نگرفتن. یک مسئله مهم این هست که خرید تضمینی گندم که شما اشاره کردید توسط دولت انجام میشه، مسائل زیادی درش هست. به هر صورت خرید تضمینی برای این گنجانده شده که کشاورز اطمینانی داشته باشه از اینکه اگر که اقدام به کشت محصول کرد، پس از برداشت محصول برای فروش محصول خودش با مشکل مواجه نباشه و قیمت منصفانه و مناسبی که جوابگوی هزینه های انجام شده باشه و یک سود مناسبی رو هم براش در برداشته باشه بتونه به دست بیاره و با اون قیمت محصولش رو بفروشه. گندم خرید تضمینیش از سالها پیش شروع شده، از همون زمان که قانون خرید تضمینی تصویب شده این انجام شده. متاسفانه در همین هم مسائل مختلفی موجود هست که نشون میده که به حسد حکومت به واقع از کشاورز پشتیبانی نمیکنه و منافع کشاورز رو در نظر نمیگیره. به این جهت که مسائل مشکلات رو اگه که بخوام به صورت عمده و مهمش رو حداقل اینجا یه اشاره داشته باشم، اینه که قیمت خرید تضمینی گندم میبایستی که به گونه ای تعیین بشه که همونطور که گفتم با توجه به نرخ تورم، با توجه به هزینه هایی که انجام میشه، با توجه به سودی که به صورت عادلانه میبایست نصیب کشاورز بشه. و متاسفانه اینها نیست. در سالهای مختلف مثلا شما میبینید که من به عنوان مثال شما در سال 77 قیمت خرید تضمینی گندم رو دارید به مبلغ 60 تومان، در سال 78 یعنی سال بعدش میشه 68 تومان، یعنی یه چیزی کمتر از 15%، ولی تورم در اغلب سالهای پس از انقلاب بالای 20-25% بوده و خیلی بیشتر از این آنچه هست که در قیمت خرید تضمینی گندم در نظر گرفته میشه لحاظ میشه. و این یک، البته سال رو من مقایسه کردم با سال دیگر و موارد متعدد این هست. ضمن این که خود خرید تضمینی یک مسائل مختلفی درش وجود داره، فسادی هست که از جمله مسئولین خرید تضمینی که مستقر میشن در واحدهای خرید در نقاط مختلف با بهانه جویی های زیاد و نادرست و غیر اصولی گندم کارا رو در واقع سوق میدن به طرف دلال ها. یعنی به واقع من خودم هم دیدم که در هول و هوش همون مراکز خرید تضمینی که به صورت ثابت یا سیار فعالیت اگر میکنن، دلال ها هم برای خودشون مکانی رو در نظر میگیرن و کسانی که در
اونجا هستن مسئولین همون مراکز خرید که بایستی که کار خرید رو انجام بدن، با بهونه گیری هایی که میکنن و اون افت هایی که میزنن، چون این قیمت هایی که اعلام میشه به عنوان مثال قیمتی که من گفتم مربوط به گندم با کیفیت عالی و حداقل افت و حداقل ناخالصی است، به ازای هر میزانی که رطوبت یا مواد ناخالص در محموله گندم وجود داشته باشه، اونها دستشون باز هست که یک مقداری رو از مبلغ کم بکنن و اینجا غیر منصفانه عمل میکنن. در نتیجه کشاورز میبینه که به نفعش نیست که بیاد و این رو به اون مراکز خرید تحویل بده. بعد میگرده میره به سراغ دلال ها که در همون نزدیک مراکز خرید مستقر هستن و این رو با قیمت پایین‌تر با تحویل چک مدت‌دار به اون دلال ها میفروشه و دلال ها که معمولا با مسئولین اون مراکز خرید زد و بند دارن، همون گندم ها رو بعدا میان با قیمت بالاتر به واحد های خرید تضمینی میفروشن. اینه که اینها یا اینکه علارغم تبلیغات و وعده هایی که میدن که گاه اعلام میشه که بانک ها 24 ساعته اون مبلغ پرداختی گندم کاران رو میپردازن، خیلی از اوقات بیش از 2 هفته طول میکشه، زمان میبره و این باعث میشه که کشاورزا برای اینکه زودتر به پول برسن و دچار اون مشکلات نشن، اون افت های آنچنان این رو تحمل نکنن، به طرف دلال ها در واقع سوق داده بشن. این هست که وقتی که آدم اینها رو میبینه در مجموع به این نتیجه میرسه که آنچه که میبایست حالا که آوردن به عنوان قانون، البته این هم نقش ظاهری داره، بیشتر نشون دهنده این هست که حکومت حمایت میکنه از کشاورز و کشاورزی، ولی در واقع بیشتر به نفع خود دستندرکار است و کشاورز بهره مناسبی از این میان نمیبره. حالا که پای دلال ها به بیرون کشیده شد، در واقع از بزر شما این دلال ها سخت و سازشون بیشتر در ارتباط با حاجی بازاری هستی که تا دولت بگیره دلال ها کجا جا دارن؟ دلال ها واسطه بین کشاورز گندمکار و دولت هستند یا حلقه واسطه بین کشاورز و بازار هستند بر سر نرخ تعیین شده تضمینی خرید گندم؟ دلال ها که اینها از اقشار مختلفی هم میتونن باشن، در واقع اینجا یه چیز اشاره خوبی کردید که غلبه سرمایه رو بر نیروی کار نشون میده، به درستی نشون میده که متاسفانه نیروی کار در کشور ما حامی نداره، از هیچ جایگاهی برخوردار نیست و کسی که سرمایه داره میاد با سرمایه خودش در زمان بسیار کوتاه و با شرایط بسیار راحتی ثمره و دستنج کشاورز رو بر میداره و فقط با یک جابجایی این از نظر جغرافی که خیلی هم هزینه بردار نیست براش، این رو تبدیل به یه سود ویژه میکنه برای خودش. متاسفانه اینها در واقع میشه گفت که دولت با این کاری که انجام میده، با دستاندرکار حکومت، با این شرایطی که به وجود آوردن، با اون دست و عملهای اجرایی که آیین‌نامه هایی هست برای خرید تضمینی، این موقعیت رو به وجود آوردن، این فرصت رو به وجود آوردن که دلال از این میان سوء استفاده بکنه. و با اینکه در سالهای مختلف تمام این مسائل توسط کشاورزا و کسانی که اینجا زینفت هستن به گوش مسئولین رسانده شده و در رسانه ها هم بعضا منعکس شده، باز با این حال این سوء استفاده ها ادامه داره و این منافذ بسته نمیشه که کشاورز به حق خودش برسه و این دلالی که هیچ گونه زحمتی برای این تولید نکشیده، این به سودهای بیشتر از کشاورز نرسه. اون چی که معمول بین مسلمان ها بگه که زهر طرف کشاورز کشت سود اسلام است، اونطور که به درستی اشاره کردید اینجاست تنها کشاورز گندمکاری که زیر این مجموعه سخت سازاش میسوزه. خب با توجه به تناسب وقتی که پیش روی ماست، به عنوان آخرین بخش از پرسش من، فکر میکنید که در ارتباط با اهمیت محصول گندم و اون چی رو که تحت عنوان اثرات واردات بجا مونده از این محصول استراتژیک در تمامیت جغرافیای ایران میشه برشمرد، اون رو به عنوان آخرین سوال هم نگاهی بهش بندازید و به ترتیب بحث گندم رو به پایان ببرید؟ در ارتباط با شرایطی که ایجاد میشه بر اثر واردات گندم، واردات که متاسفانه در اثر اهمال و سیاست‌های سوء دولت و برنامه‌هایی که در جهت رفاه و به نفع کشاورز نیست به وجود میاد، چند نکته رو من به صورت کلی اشاره می‌کنم. یکی
این هست که خروج ارز از کشور به هر صورت انجام میگیره برای خرید گندم، در صورتی که این ارزی که به دست میاد و این عمدتا از محل فروش نفت هست، این مربوط به همه ملت و مربوط به نسل‌های مختلفی است که برخی هنوز نیامدن و این میبایستی که به نحو احسن استفاده بشه برای کارهای زیربنایی و ایجاد زیرساخت‌ها استفاده بشه. و من همینجا این رو اشاره بکنم که وقتی راجع به این مسئله صحبت میکنیم، فقط نفع تولید کننده و کشاورز نیست، اینجا نفع مصرف کننده هم هست. اگر که تمام این مسائل به نحو احسن انجام بشه، در آینده کاملا مشخص میشه که مصرف کننده هم محصولی رو با کیفیت مطلوب و با قیمت مناسب دریافت خواهد کرد. و اصلا از جمله مثلا دولت بایستی که در روی بخش تحقیقات، بحث منابع آب و غیره بیاد، اینها رو یک سرمایه گذاری های مناسبی انجام بده که متاسفانه اینها انجام نمیشه. دیگر اثری که میگذاره واردات گندم، کاهش درآمد گندم کارانه. به این جهت که توجه کافی مناسب به شرایط تولید در داخل کشور انجام نمیشه و این سرمایه گذاری که وقتی انجام نمیشه، نهادها که وقتی با قیمت مناسب در اختیار کشاورز قرار داد نمیشه، وقتی که نیروی انسانی مناسب با کمیت و کیفیت مناسب وجود نداره برای اینکه راهنمایی‌های فنی رو در اختیار کشاورز قرار بدن و غیر اون، اینجا باز ما شاهد هستیم که کشاورز به اون درآمد واقعی خودش نمیرسه. دیگر مسئله که وجود میاد کاهش پسنداز است. به دنبال کاهش درآمد کشاورز پسنداز مناسب رو نمیتونه داشته باشه. وقتی که این حالت پیش میاد، ما با کاهش سرمایه گذاری مواجه میشیم که اگر کشاورز پسنداز مناسبی داشته باشه، میتونه مبادرت به سرمایه گذاری، البته با لحاظ کردن شرایط مناسب، که بیشتر این سرمایه گذاری ها اونجور که تجربه هم نشون میده در بخش کشاورزی با صورت میگیره. اما وقتی پسندازی که وجود نداشته باشه یا این پسنداز به میزان مورد نیاز تامین نشه، با سرمایه گذاری یا انجام نمیشه یا میزان سرمایه گذاری کافی نیست و جوابگوی اون نیازها نیست. در اثر این مراحلی که من الان یک توضیح مختصری دارم، ما کاهش ظرفیت اشتغال رو هم داریم. وقتی که کاهش سرمایه گذاری داشته باشیم، ظرفیت های جدید برای اشتغال به وجود نمیاد که هیچ، به دلیل اینکه سوددهی مناسب هم در بخش کشاورزی وجود نداره، بخش کشاورزی توان نگهداری اون ظرفیت های اشتغال خودش رو نداره و به مرور بخشی از افراد فعال و شاغل در این بخش از اون جدا میشن که من چند بارم قبلا اشاره کردم که مهاجرت هایی که ما داریم در بخش روستایی، اینها عمدتا انگیزه اقتصادی دارن و مهاجری هم به جهت اینکه اغلب از تخصص و از تخصص مناسب و تحصیلات مناسب و شرایط مالی مناسب برخوردار نیستن، وقتی که به محیط های بزرگتر مثل شهرهای بزرگ مهاجرت میکنن، عمدتا در حاشیه قرار میگیرن. خب برداد بهپور محمدی عزیز، باید از شما تشکر بکنم. این حد تمرکز روی این محصول گندم از خودتون نشون دادید و واقعا اطلاعات جامع و کافی وافی رو به شنوندگان ما منتقل کردید. با امید به این که بتونیم این سلسل گفتگوها رو این بار بر سر محصولات دیگر کشاورزی باز با هم دنبال بکنیم. از شما ممنون و سپاسگزارم. خواهش میکنم. من هم از شما امیر جواری گرامی و شنوندگان محترم رادیو کارگر سپاسگزارم.